بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش خبر از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز در این بخش خبری هستم. سرخط خبرها. مراسم مشعل گردانی نجفی ها در شبهای پایانی دهه محرم. برگزاری مراسم عزاداری غمزنی روز عاشورا در خمینی شهر. برپایی دسته عزاداری مشق شمشیر. گزارشی از حال و هوای شب عاشورا در شهر مقدس کربلا. مشعل گردانی یکی از قدیمی ترین عزاداری های سنتی ویژه اهالی نجف اشرف به شمار می رود و شرکت کنندگان به صورت نمادین برای یاری سید الشهدا اعلام آمادگی می کنند. همکارم در رابطه با برگزاری این آیین سنتی گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. مشعلگردانی نجفی ها در دهه اول محرم برگزار می شود و از شب هشتم محرم شروع شده و تا شب عاشورا ادامه دارد. مشعل یک چوب بلند و باریک است که بر روی آن از 20 الی 40 مشعل نصب شده و هر مشعل به شیوه سنتی با استفاده از پارچه های ضخیم و پشمی و با نفت سیاه یا گازوئیل روشن می شود. سپس افراد تنومند یا قد بلند هیئت این مشعل را بر دوش خود حمل می کنند و به همراه دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر علوی حرکت می کنند. در جلو و پشت هر مشعل هم دو نفر حامل مشعل را کمک می کنند تا مشعل نیفتد یا کسی آسیب نبیند. طبل و سنج از بخش های مهم آیین مشعلگردانی است و طبل‌ها در وسط عزاداران با ضرب آهنگی سریع و تند نواخته می شوند و عزاداران و مشعلگردان‌ها را به هیجان بیشتر وامی دارند. دور هر مشعل بین 10 الی 20 نفر شمشیر به دست به صورت نمادین به پایکوبی پرداخته که گویی خود را برای جنگ با دشمنان آماده می کنند و به لهجه عراقی شعارهایی مانند آجرک الله یا علی ابن الحسین و اولاده سر می دهند. در جلوی هر یک از مشعل‌ها چند نفر پرچم‌های بلند سیاه و قرمز با شعار یا حسین را به اهتزاز در می آورند. در سال جاری هم عشایر شیعه در عراق در نجف اشرف در شب‌های منتهی به عاشورا مراسم مشعلگردانی را برگزار می کنند. در این شب‌ها محبان اهل بیت علیهم السلام در نجف اشرف گرد هم می آیند تا این آیین سنتی را که از قدیم الایام نسل به نسل به آنان منتقل شده را احیا کنند. در این مراسم با صدای بلند ذکر لبیک یا حسین تکرار می شود. موکب مشعل‌های نجفی یا به قول مشهور آیین و مراسم مشعل‌های نجفی یادآور خاطره شهادت قهرمان علقمه و ساقی تشنه لبان کربلا حضرت ابوالفضل العباس و برادرزاده آن حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی می باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در نجف اشرف که در این مراسم حضور داشت، خیلی عظیمی از مردم این شهر در مراسم عزاداری مشعلگردانی نجفی ها شرکت کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه، آیین مشعلگردانی نشاندهنده صحنه دیگری از صحنه های عزاداری نجفی ها به یاد واقعه عاشورا و یادآور ظلم و ستمی است که بر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شد. درباره تاریخچه مشعلگردانی گفته می شود که از آنجا که عرب ها هنگام شروع جنگ آتشی می افروختند و طبل می نواختند، در آیین مشعلگردانی نیز که طی شبهای قبل از عاشورا برگزار می شود، عزاداران گویی خود را برای یاری حضرت سید الشهدا آماده می کنند. به عبارتی دیگر، عشایر عقب نجف اشرف با برگزاری آیین مشعلگردانی
جهت یاری حضرت سید الشهدا اعلام آمادگی می کنند و به ندای هل من ناصر ینصرنی لبیک می گویند و خود را برای مبارزه با دشمنان اهل بیت آماده می کند. همچنین گفته می شود در زمانهای دور و پیش از رسیدن برق به شهر نجف، عزاداران از این مشعلها برای روشنایی دسته های عزاداری و سینه‌زنی استفاده می کردند. گفتنی است که آیین سنتی مشعلگردانی همه ساله در شبهای هشتم، نهم و دهم محرم توسط نجفی ها و کربلایی های مقیم تهران در محله عراقی های مقیم پایتخت واقع در دولت آباد برگزار می شود. مراسم آیینی مشعلگردانی در همین شبها توسط نجفی های مقیم مشهد نیز از محل حسینیه نجفی ها در کوچه چهار باغ تا حرم مطهر امام رضا برگزار می شود. نجفی های مقیم قم و سایر شهرهای دیگر در ایران نیز مراسم مشابهی برگزار می کنند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دسته عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام با حضور آیت الله العظمى شیرازی برگزار شد. علما، فضلا و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و عموم عزاداران در این دسته عزاداری شرکت کردند. آیت الله العظمى شیرازی در این مراسم که هر سال صبح روز عاشورا برگزار می شود، به نشانه عزا پای برهنه و بدون عبا حضور می‌یابند. منابع خبری از ورود عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق به شهر مقدس کربلا خبر دادند. به گفته این منابع خبری، هدف از سفر وزیر کشور عراق به شهر مقدس کربلا نظارت مستقیم بر طرح امنیتی ویژه عاشورای حسینی علیه السلام است. در همین راستا وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن اعلام این خبر افزود، عبدالامیر الشمری صبح روز سه‌شنبه یعنی یک روز پیش از روز عاشورا به وقت عراق وارد استان کربلا شد. میثم الزیدی فرمانده لشکر رزمی العباس روز گذشته از پیشرفت چشمگیر از خدمت رسانی به زائرین در گذرگاه مرزی ضرباتی در استان واسط خبر داد. الزیدی در ادامه از آمادگی گردان رزمی العباس از مجموعه خدمات مرزی برای رفاه حال زائران عتبات عالیات در مرز ضرباتی در ایام اربعین نیز خبر داد. فرمانده لشکر العباس پیش از این اعلام کرده بود که این لشکر مجوز ساخت مجتمع‌هایی با عنوان مجتمع خدمات رسانی به زائرین حرم عباسی در 5 گذرگاه مرزی در استان‌های مرکزی و جنوبی را دریافت کرده است. جمعیت هلال احمر عراق شعبه شهر مقدس کربلا روز گذشته از اعلام آمادگی کامل نیروی انسانی و لوجستیک خود برای ارائه خدمات اورژانسی و پزشکی به زائران در روز عاشورا خبر داد. فلاح محمد رضا مدیر شعبه انجمن هلال احمر در شهر مقدس کربلا در بیانیه اظهار داشت این طرح شامل کارکنان و داوطلبان هلال احمر به تعداد 150 نفر از اعضا و داوطلبان است که بین 6 گروه پیاده و ثابت در مرکز شهر توزیع شدند. همچنین کلینیک سیار پزشکی با تمام کادر درمانی خود هم از پزشک، پرستار و داوطلب با ارائه خدمات درمانی و دارویی در طول روزها برای خدمت به زائران همکاری و مشارکت دارند. افراد ناشناس صبح امروز به یک مجلس عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام در حسینیه امام علی علیه السلام در عمان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشیه، منابع محلی در عمان گزارش داد یک حمله تروریستی صبح امروز سه‌شنبه 26 تیر به مجلس عزاداری حسینی که اقلیت پاکستانی مقیم عمان به مناسبت عاشورا در حسینیه امام علی علیه السلام در منطقه الوادی الکبیر در استان مطرح در عمان برگزار می شد انجام شد.
در نتیجه این حمله تروریستی 6 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. احتمال می رود تعداد شهدای این حمله تروریستی افزایش یابد. پلیس همه تدابیر امنیتی لازم را برای برخورد با این حادثه تروریستی اتخاذ کردند. در حال حاضر تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. مراسم عزاداری غمزنی در خمینی شهر که امروز در ایران طبق تقویم روز عاشوراست برگزار شد. همکارم در رابطه با این مراسم گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. غمزنی در خمینی شهر اصفهان سابقه ای چند صد ساله دارد. اگرچه در چند دهه اخیر به دلیل برخی ممانعت ها از برگزاری این سنت حسینی در اکثر شهرها و نقاط کشور ایران جلوگیری شد، اما برگزاری این سنت دینی و مقدس در سده همچنان ادامه داشته و دارد. در محله فروشان که مرکز ثقل برگزاری این گونه آیین‌های حسینی در سده است و همچنین دیگر نقاط این شهر، با توصیه‌های روشنگرانه مرحوم آیت الله سید مهدی امامی، این سنت حسینی کماکان تا به امروز برگزار می‌شود. اگرچه چند مرتبه این مرحوم آیت الله سید مهدی امامی به دلیل برخی از اجبارها در ایام دهه محرم و عاشورا مجبور به ترک سده شد، اما نفوذ کلام ایشان موجب پرشورتر شدن این عزاداری حسینی شد و با توصیه ایشان به بزرگان هیئت‌ها تأکید شد مبادا در نبود من غمزنی تعطیل شود. اگر اقامه نکنید شما مثل کوفیانی هستید که امام را تنها گذاشته اید. لازم به ذکر است که در روز عاشورا علاوه بر مراسم غمزنی، عزاداری زنجیره تیغی نیز در خمینی شهر برگزار می شود. همچنین همه ساله دلسوختگان حسینی از شهرها و مناطق مختلف ایران برای مشارکت در این عزای حسینی که پیشینه چند صد ساله دارد، خود را به این شهر که یکی از مراکزی است که در ایران همه ساله در آن مراسم غمزنی برگزار می شود، می رسانند. همچنین همزمان با روز عاشورا در برخی مناطق قدیمی خمینی شهر در استان اصفهان بیش از 6000 نفر اقدام به غمزنی می کنند. مراسم سنتی مشق شمشیر شب عاشورا در شهر مقدس کربلا برگزار می شود. این مراسم همچنین در نجف اشرف از ششم ماه محرم به مدت 3 شب تا عاشورای حسینی انجام می شود. مشق شمشیر آیین سنتی عزاداری اهالی کربلا و نجف است که بنا به تاریخ در شب عاشورای حسینی حبیب ابن مظاهر اسدی برای آرام کردن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به همراه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و یارانی که برای دفاع از دین و امام خیش در کنار او باقی مانده بودند به سمت خیمگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رفتند. حبیب ابن مظاهر فریاد زد: ای گروه بانوان و حرمهای رسول خدا، این شمشیرهای جوانمردان شماست که سوگند یاد کردند در غلاف نکنند مگر اینکه گردن دشمنان را بزنند، و این نیزه های جوانان شماست که قسم خوردند به زمین نیفکنند مگر اینکه در سینه های دشمن فرو کنند. گفتنی است این مراسم از همکنون تا سحرگاه عاشورا در حال برگزاری است و عزاداران در حال آماده شدن برای اقامه مراسم غمزنی هستند. دهه محرم به روزهای پایانی نزدیک می شود و شهر مقدس کربلا به اوج عزاداری ها و مراسم سوگ و ماتم نزدیک شده است. سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز در شب تاسوعا از شهر مقدس کربلا و حال و هوای آن گزارش مستقیم می‌دهند. آقای شریفی سلام و عرض ادب.
جناب آقای شریفی؟ بله. سلام عرض ادب سلام دارم خدمت شما. آقای شریفی بفرمایید. از حال و هوای شهر مقدس کربلا در تاسوعا برای بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام بفرمایید. آقای شریفی. وقت شما و بینندگان عزیزتون بخیر باشه. همین الان صدای منو از کنار حرم حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میشنوید. در کنار موکب‌هایی که در کنار حرم شریف برقرار شدن برای کمک به جدوا و مجاورین و جائران حرم شریف هستم و دارم گزارش میدم برای شدم. مردم در اینجا با سلایق مختلف، با ملیت‌های مختلف، با نگاه‌های مختلف در کنار حرم شریف به زیارت اومدن و از تمام مواهب الهی که در اینجا هست در حال استفاده هستند. مردم پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، لبنان، سوریه و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس امروز شاهد و ملاقات این عزیزان در این کنار این حرم شریف بودند و نشان دهنده این است که ابا عبدالله حسین علیه السلام یک شخصیت جهانی و یک باور جهانی برای مردمان جهان است. بله تشکر میکنم از شما آقای شریفی نژاد. آقای شریفی نژاد خبرنگار میدانی از کربلای معلا همراه ما بودند. هیئتی از سوی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام و مجموعه های رسانه امام حسین علیه السلام از موکب های حسینی در کربلا بازدید کردند. به گزارشی که از این بازدید تهیه شده توجه فرمایید. هیئتی از سوی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام و مجموعه های رسانه امام حسین علیه السلام از تعدادی از موکب ها و هیئت های حسینی در شهر مقدس کربلا بازدید کردند. این دیدار با توجه به توصیه های آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی با هدف ابلاغ سلام و تحیت معظم الله به موکب ها و همچنین توزیع آب و مجموعی از مواد غذایی انجام شد. عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه گفت که این بازدید شامل دیدار از موکب‌های عزاداری در حومه باب الطاق، باب السلامه، باب بغداد، حومه باب الخان و هیئت قاسم ابن امام موسی کاظم علیه السلام صورت گرفت. در این هیئت علاوه بر مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام، حجت الاسلام شیخ مسعود بهنام، استاد صلاح جشعمی و استاد حسین عادلی نیز حضور داشتند. عبدالصاحب الکشوان در ادامه افزود در این بازدید این هیئت با هیئت امنا و مسئولان موکب‌های حسینی دیدار و با ضمن تقدیم سلام و توصیه‌های مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیرازی از تلاش مستمر موکب‌ها در خدمت به زائران امام حسین علیه السلام تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه گفت به منظور حمایت از موکب‌های حسینی جهت ارائه خدمات به زائران در عاشورا آب و مجموعه ای از مواد غذایی میان آنان توزیع شد. الکشوان تاکید کرد هدف از این دیدار تقویت ارتباط بین مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام و مجموعه رسانه امام حسین با موکب های خدمت رسانی حسینی و حمایت های لازم از آنها بود تا باری از دوش این مواکب به منظور ارائه بهترین خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام برداشته شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مراسم مشعل گردانی نجفی ها در شبهای پایانی دهه محرم. برگزاری مراسم عزاداری غمزنی روز عاشورا در خمینی شهر. برپایی دسته عزاداری مشق شمشیر.
گزارشی از حال و هوای شب عاشورا در شهر مقدس کربلا، و بازدید هیئتی از سوی مؤسسه مصباح الحسین و مجموعه رسانه امام حسین از مواکب حسینی. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.